بچه ها حدودا میشه گفت 80% از سوالی که این روزا دارین ازم میپرسین در مورد مدرسه است، در مورد ثبت نام بچه ها، در مورد اینکه آیا مدرسه ها باز میشه نمیشه. دیگه گفتم این لایو رو اختصاص بدیم به مدارس و کالج ها و ثبت نام و همه اینا. سلام سمین جانم، خوش اومدی عزیزم. بچه ها همه تون خوش اومدین. ببخشید که من دونه دونه نمیتونم سلام کنم به همه تون. حالا اگه موافق باشین کوچولو کوچولو شروع کنیم. من این لایو رو سیو میکنم، به احتمال زیاد توی یوتیوب میذارمش. حالا ببینیم چی میشه. لایو رو سیو میکنم و بعدا هم میتونین بهش ارجاع کنید. یکی نیست به من بگه خب درست حرف بزن، تو که نمیتونی اونجوری حرف بزنی درست حرف بزن. بله عزیزم حتما خانومی، نمیتونم اسمت هم بخونم، حتما سیو میکنم. میگن بیا از این سوال شروع میکنیم. میپرسن که کسی که اقامت توریستی داشته باشه میتونه بچهش رو مدرسه دولتی ثبت نام کنه؟ بله، برای مدرسه دولتی تنها چیزی که فرزند شما نیاز داره یه کارت کیملیکه که خب وقتی که شما اقامت توریستی میگیرید اون کیملیکو داره دیگه، دوم بلگسی یا همون برگه ولادت. برای اینکه بچه‌ها توی همه کشورهای دنیا آدمای برگه‌ای دارن به نام برگه ولادت، خب ما توی ایران شناسنامه داریم بجاش، چون توی شناسنامه تمام ریزه همه چیمون رو نوشتن. خب زمانی که شما میخواید مهاجرت کنید، اگه توی ایران هستین برگه ولادت رو از ایران بگیرید بیارید. چطوری میتونید بگیرید؟ شناسنامه رو میدید ترجمه، دفتر اسناد رسمی مهرش میکنه، یعنی ترجمه میکنید، دفتر اسناد رسمی مهرش میکنه و مهر وزارت امور خارجه، یعنی ترجمه شناسنامه میشه همون برگه ولادت یا دوم بلگسی. اگه اینجا هستین باز نگران نباشید، ما برگه ولادت کیانو از همینجا از کنسولگری استانبول گرفتیم. یعنی برای راندوو اصلا نیاز دارید، اینم بگم، فقط برای ثبت نام مدرسه نیست، برای راندوو شما به این دوم بلگسی نیاز دارید. میرید کنسولگری توی استانبول یا حالا آنکارا و اونجا میگید که برگه ولادت میخوام، اونجا بهتون یه برگه ولادت میدن. فقط یادتون باشه از این به کرات کپی بگیرید و هر جایی هم میخواد ارائه بدید کپیش رو ارائه بدید. حتی اداره مهاجرت هم از شما اصلش رو نمیگیره، اصلش رو همیشه پیش خودتون نگه دارید. یه افسر اداره مهاجرت به من گفت که به هیچ عنوان اصلش رو به کسی نده. فکر میکنید بچه نیازه که من بلاک کنم؟ یکم دیگه صبر میکنیم ببینیم که اگر انسانی صحبت کردن، اگه نه که من با اجازتون بلاکشون میکنم. خلاصه این که آره اون دوم بلگسی نیاز داری. فقط یه چیزی بهتون بگم، یه نکته جالب بچه ها، مدارس اینجا، مدارس دولتی حتی کالج ها، هر کدوم واسه خودشون قانون خودشونو دارن. ببینید من مثلا تو منطقه خودمون 4 تا مدرسه رفتم پرسیدم، 3 تا دیگه 4 میشه نرفتم، 3 تا مدرسه رفتم پرسیدم مدرسه دولتی. این 3 تا مدرسه دولتی هر کدوم مدارک خاص خودشون رو میخوان. مثلا بگم هیچ کدوم اینا به من نگفتن دوم بلگسی میخوایم. خب ولی خب حالا ما محض اطمینان داریم برای اینکه بعضی مدارس دولتی میخوان. نه حالا فعلا ازشون خبری نیست، اگه من دیدم که ادامه دادن حتما بلاکشون میکنم، نگران نباشید. بله این 3 تا هیچ کدوم دوم بلگسی نخواستن، ولی خب ممکنه که مثلا یه مدرسه 4 بخواد. خب بعد مثلا یکیشون برگشت گفت چیز میخوایم، بگو آله سجیل بیانی. خب یه برگه ایه، من اتفاقا اینجا دارمش، گفتم اینا رو با همه تون در میون بزن. اون توی نگاه نکن، اون توی نگاه، اون توی برمیخت است. خب ببینین اینا امروز رفتم گرفتم. خب آله سجل بیانی یه برگه این شکلیه که شما بعد از محتار تهیهش کنید. یه برگه خیلی سوتوکوریه، نمیدونم معلومه یا نه. تو این برگه در مورد تمام افرادی که توی خانواده هستن توضیحاتی داده، از پدر خانواده، مادر خانواده و فرزندان، حالا هر تعدادی که هستن. مثلا یکی از مدارس گفته این رو و آدرس بلگسی، اقامتگاه بلگسی که اون برگه جاییه که شما توش اقامت دارید. خب یه مدرسه اینو خواسته،
اون یه مدرسه دیگه اصلا اقامتگاه برگسی نگفته، نخواسته، گفته آل جوزدانی رو بگیرید. اونم مثلا یه مدرک دیگه است، باید از محتار، همه اینا رو باید از محتار بگیرید. اقامتگاه بلگسی، آل جوزدانی، آل سیجیل بایانی، همینی که نشونتون دادم، همه اینا رو از محتار میگیرید. خلاصه میخوام بهتون بگم که خیلیاتون ازم میپرسید چه مدارکی نیازه، چی بیاریم، چی کار کنیم و اینا. میخوام بهتون بگم که مدرسه به مدرسه فرق میکنه. مثلا الان مدارس دولتی، 3 تا مدرس دولتی رو براتون مثال زدم که هیچ کدوم مدارکی که خواستن شکل اون یکی نیست. همشون هم 3 تاشون هم تو یه منطقه، همشون تو منطقه کارشیاکان. حالا مثلا دیگه کالج ها که دیگه اصلا قضیهشون فرق میکنه. کالج ها هم دوباره همینطور، هر کی برای خودش قوانین خودشو داره. یه مدرسه دولتی هست که میگه بچه باید بتونه یه کوچولو ترکی حرف بزنه تا ما ثبت نامش کنیم. توضیح میدم آقای آپتی جان، توضیح میدم. وای مرسی، مرسی، من الان دیگه رفتم رو سقف اصلا دیگه. مرسی بچه ها، مرسی، خیلی لطف دارید. ببخشید همه وسایل ریخت. کجا بودم؟ بچه ها؟ آهان، یه مدرسه میگه که باید یکم بتونه بچه ترکی صحبت کنه تا ما ثبت نامش کنیم. یه مدرسه دیگه اصلا هیچی نمیپرسه. الان این 3 تا مدرسه ای که من رفتم، البته خب تو 2 تاش کیان باهام بود دیگه، ترکی حرف زدن کیانو دیدن، اما مثلا اون یکی اصلا نگفت که خب بچه کو، بچه میتونه ترکی حرف بزنه، چقدر میتونه حرف بزنه. کالج ها هم همینطور، یه کالج هست که میگه باید یکم بتونه ترکی صحبت کنه، یه کالج هست اصلا مهم نیست. فقط یه چیز کلی بهتون بگم، خیلیاتون قبلا هم من پرسیده بودین و من بهتون گفته بودم که مدارس دولتی اینجا عین ایرانه. ببینید خوب داره، بد داره، حتی متوسط مثلا معمولی هم داره. ولی اینو بذارین بهتون بگم، اگر توان مالی اینو دارید که یه کالج عالی بنویسید بچه‌تون رو، کالج بنویسید. خب ولی اگر توان مالی برای یک کالج عالی ندارید و میخواید فقط مثلا کالج بنویسید، حالا هر کالجی، یک کالج به درد نخور، معمولی به درد نخور، مطمئن باشید که خدماتی که اون کالج به شما و فرزندتون ارائه میده عین یه مدرسه دولتیه. یعنی اگه تونستید کالج خیلی خوب بنویسید، عالیه. اگه نتونستید، لطفاً بنویسید مدرسه دولتی، برای اینکه اون خدماتی که شما از یک کالج انتظار دارید رو یک کالج معمولی یا بد به شما نمیده. من خودم دارم توی کالج کار میکنم که خب توی ازمیر، توی رنکینگش بخوای حساب کنی، جز کالج های خب دارم الان میگم. آرزو جان دقیقاً دارم در مورد مدارس دولتی خوبن یا بد و اینا صحبت میکنم. جزء کالج های خیلی خوب ازمیره، یعنی اولین کالج خصوصی، اولین مدرسه خصوصی ازمیره، 70 سال سابقه داره. خیلی بر خودشون برو بیا دارن و دست بالا میگیرن خودشون رو، الکی هم نیست. خب خدایی خیلی کالج خوبیه، خیلی خدمات خوبی ارائه میده. بچه انقدریه مثلا سوم چهارم دبستان انگلیسی صحبت میکنه، چند زبون درس داده میشه، کالج خیلی خوبیه. خب من خودم تو اون کالجم با تخفیفی که برای من قائل میشن، میخوان بشن، من همچنان زورم نمیرسه بچه‌م رو بخوام ثبت نام بکنم تو اون کالج. سال اول برای ما اصلا تخفیف ندارن، سال دوم به بعد، دوم تا پنجم، سال دوم تا پنجم همکاری من باهاشونا، نه که سال دوم دبستان، نه سال دومی که من اونجا دارم کار میکنم تا سال پنجم 25% فقط تخفیف برای معلم‌ها دارن و سال پنجم به بعد 75% دارن. خب منی که سال دومم دارم اونجا کار میکنم، 25% واقعا برام خیلی کمه، چون با 25% تخفیف شهریه کلاس اول دبستان یه چیزی حدود 32,000 لیر در میاد برای من. خب من بقیه رو نمیدونم، ولی در حد توان من نیست. خب من اگه بخوام بیام برم یه کالج معمولی مثلا که شهریش کمتره ثبت نام کنم، ترجیح میدم که بره مدرسه دولتی بچم.
ضمن اینکه یه مسئله دیگر هم بهتون یادآوری کنم، سال تحصیلی که ما پیش رو داریم، سال تحصیلی 2020-2021، سالیه که به غایت تق و لقه، یعنی ما انتظار تعطیلی های زیادی رو تو از پاییز به بعد خواهیم داشت، به خاطر اینکه با اومدن پاییز و آنفولانزا و اینا احتمال اینکه میگم آرزو جان الان اونم میگم از کجا بدونید، احتمال اینکه تعطیلی دوباره داشته باشیم وجود داره. خب منی که اینو میدونم نمیرم کالج ثبت نام بکنم، برای اینکه شاید برای راهنمایی و دبیرستان آموزش آنلاین جواب بده، ولی صادقانه برای بچه اول دبستان، دوم دبستان، آموزش آنلاین نمیتونه آنچنان مفید باشه. خلاصه ضمن این که اینم بهتون بگم، خیلی از کالج ها بودن که آموزش آنلاینشون فقط در حد حرف بود، یعنی ما قشنگ آمار داشتیم خودمون توی همین ازمیر، کالج هایی بودن که آموزش آنلاینشون فقط در حد حرف بود، نداشتن، یه هفته داشتن یه هفته نداشتن، خیلی افتضاح بود، کیفیت نداشت، سر در حد سرگرمی و بازی با بچه ها فقط بود. حتی کالج ما نه، ما یعنی ببخشید که اینو میگم، پدرمون سر آموزش آنلاین در اومد، یعنی لسن پلنایی که برای آموزش آنلاین می نوشتیم اصلا دنیایی با لسن پلنای آموزشی که سر کلاس داشتیم فرق داشت. آقا کوروش میگن قیمت شهری کالج خودتون چقدره؟ برای اول دبستان نزدیک با لباس و یعنی یونیفرم و کتاب و اینا حساب کنیم نزدیک 40,000 لیرینا، حالا کم و بیش، آها غذا هم شاملشه، آموزش، غذا، لباس، کتاب، نزدیک 40,000 لیرینا میشه، حالا دقیقش نمیدونم، 40 خورده شد سالیانه. خلاصه من در مورد شرایط خودم گفتم. میگن میشه بگین چرا هر بار میریم کالج قیمت میدن؟ میگن یه ترک شماره ببره ثبت نام فرق داره. نه عزیزم هیچ فرقی نداره، الان مثلا 25% تخفیفی که گفتم واسه من قائل میشن، واسه معلمای ترکشون هم همینطوره، همین 25%. و اینکه شما توی سایت مدرسه برید نگاه کنید، خب قیمت رو تو سایت مدرسه زده، چرا باید هر دفعه که میرید یه قیمت بدن؟ خب من تا اینجاشو گفتم. حالا یکی از دوستان پرسیده بودن از کجا بفهمیم کالج خوبیه یا بده. اولا که تحقیقات کنید در موردش، مثلا توی سایت کالج برین، قدمت کالج رو بررسی کنین، و اینکه خب قدمت خیلی مهمه، اینو حواستون باشه، و اینکه دیگه تحقیقات زبانی هم بکنین دیگه، از حالا ترکایی که ممکنه که تو اون کالج بوده باشن، یا مثلا به طور مثال از امثال منی که خب تا حدودی میدونیم مثلا کدوم کالج ها خوبن، کدوم ها بدن، کدوم ها متوسطن دیگه، بالاخره راهش خودتون پیدا کنید. اگه مدرسه دولتی منظورتون بود از کجا بفهمید، اونم از افراد محلی. به طور مثال امروز یه عزیزی به من در مورد یه مدرسه دولتی توی بوستانلی گفتن، حالا نمیدونم اصلا خودشون تو این لایف الان حضور دارن یا نه، به من گفتن که یه مدرسه دولتی خیلی خوب توی بوستانلی پیدا کردن و مطمئنا ایشون هم از افراد محلی شنیده دیگه که این مدرسه خوبه یا نه. خب از کجا آدم میتونه بفهمه که یه مدرسه خوبه یا نه؟ میگن مثلا که مدیرش یه کارهای خیلی جدید و برنامه‌های جدیدی برای کلاس اولیا داره دیگه. اینکه گفتن مدرسه خیلی خوبی، حالا اگه بوستانلی هستی یه سر بزنید، اسمش بود مصطفی رشید پاشا، مصطفی رشید پاشا در بوستانلی، گفتن مثلا اون مدرسه خوبیه. همینطوری به صورت کلامی آدما به هم میگن دیگه، میگن تأثیری در پذیرش تحصیلی کشوری دیگه داره. بچه مثلا کالج خود ما یه سری ببخشید یه سری فاند و بورسی و اینا برای کشورهای دیگه داره، مثلا برای چیزای دبیرستانش دیگه، نه بستگی به کالج ها و اینا داره دیگه. خواهش میکنم روشی جان، میگن مدرسه که شروع میشه. آها بچه، در حال حاضر وزیر آموزش و پرورش گفته که 31 آگوست مدارس شروع میشه. کالج ها که مثلا خیلی شیطان پیتان دارن، از 17 آگوست که
کلاس هاشون تقریبا شروع میشه، ولی مثلا مدارس دولتی و مثلا به صورت عادی آموزش عادی و گفتن از 31 آگوست شروع میشه. ببین فعلا گفتن خب این احتمال داره که به تعویق بیفته، ممکنه اصلا کنسل بشه به خاطر شرایط و کرونا. این چیزیه که فعلا گفتن و منم یعنی من در این حد میدونم. مثلا کالج ما گفتن از 17 آگوست ما باید بریم سر کار. حالا اینکه این 17 آگوست یهو خدای نکرده شرایط کرونا یه ذره جدی بشه مثلا بالا بگیره، بعد این 17 آگوست رو مجبورشن به تاخیر بندازن یا کنسل کنن، رو دیگه خدا میدونه. میگن کلاس اول ایران رو قبول میکنن. بچه یه پست دارم در مورد مدارس و کالج های ازمیر. خب حالا خدا بخواد یه پست جدید میخوام بذارم دوباره، ولی حالا یه توضیح در موردش میدم الان. شما زمانی که میان ثبت نام کنین همون جوری که گفتم، یه دقیقه وای میسین. فاطمه جان میگن امروز آپدیت دادن که شروع نمیشه دوباره اعلام میکنیم. خب میبینید یعنی هی دائم داره تغییر میکنه. درست گفتم دیگه، اسمت فاطمه بود نه؟ آخه اسم پروفایلت فاطمه نیست، فکر کنم فاطمه بودی. یه تقلب برسون به فاطمه بودی یا نبودی. بچه ها همونجوری که گفتم مدارس با هم فرق میکنن، قانوناشون با هم فرق میکنه، مدارکی که میخوام فرق میکنه، اینش هم فرق میکنه. یه مدرسه هست که میگه که مثلا فرزند شما سال اول دبستان رو تموم کرده واسه سال دوم میاد، خب میگه که مدارک اولش رو داری بیا برو بشین سر کلاس دوم. یه مدرسه دیگه هست که میگه نه اینجوری نیست، تو باید سال آخری رو که تو کشور خودت تموم کردی اینجا تکرار کنی. یعنی سال اول رو تموم کردی آفرین باریکلا، ولی باید اینجا بشینی دوباره سر سال اول که بتونی زبانتو تقویت کنی. خب این به خیلی چیزا بستگی داره، یکی به قوانین و مدرسه و دوم به سطح توانایی فرزند شما در صحبت کردن یا نوشتار زبان ترکی. یعنی اگه شما بتونید قانعشون کنید که آقا من بچه‌م میتونه ترکی حرف بزنه، نوشتار ترکیش هم اوکیه، بذار بره کلاس دوم. بچه‌ها یه سری چیزا هست هیچ قانون نوشته‌ای براشون وجود نداره. حالا یه چیز دیگه هم در مورد آدرس مدرسه‌های دولتی میگم، این که میگن حتما باید به آدرس بخوره، اینم بهتون یه چیز در موردش میگم. یه چیزی هم می‌خواستم بگم. چی می‌خواستم بگم؟ آره خلاصه قوانین مدرسه ها فرق میکنه. مدرسه انگلیسی زبان توی ازمیر اینجوری که بگم فقط انگلیسی توش درس داده میشه نه، ولی مثلا مدرسه مف هست که دو زبانه است، تمام معلم های زبان انگلیسیشون آمریکایی هستن، یعنی اصلا جزء شرایط استخدامش اینه که نیتیو آمریکا باشی، یعنی اصلا موها رو اونورا را نمیدن. خلاصه اینکه اونا هستن، ولی اینکه فقط انگلیسی زبان باشه تا جایی که من میدونم نه. مدرسه فارسی زبان، فارسی ایرانی توی ازمیر نداریم، ولی توی آنکارا و استانبول داریم به اسم فجر ایرانیان. راستیتش من چیزی که خودم از فجر ایرانیان شنیدم مدرسه خوبی گفتن که نیست، من نمیدونم خودم تجربهشو ندارم، ولی گفتن که مدرسه خوبی نیست. یه کوچولو چای بخورم ببخشید، گلو صاف کنم ادامه بدم. گفتن که مدرسه خوبی نیست. بله لایو رو حتما سیو میکنم. و اینکه یه چیزی بذارین بهتون بگم، یا سریاتون میگین حالا بیاد سال اول بره مدرسه ایرانی بعد مثلا سال دوم میره مدرسه ترکی. ببینید اگر میخواید از سال دوم بره مدرسه ترکی تازه ترکی یاد بگیره، نمیدونم، نه البته یه سریاتون میگین یه سال اول بیاد بره مدرسه ایرانی یکم ترکی یاد بگیره بعد بره سال دوم مدرسه ترکی، ولی بذارید اینو بهتون بگم، اگه وایسادین تا سال دوم بره مدرسه ترکی ترکیش راه بیفته به امید اینکه تو سال اول ترکی یاد بگیره، نه ترکی یاد نمیگیره توی سال اول. یعنی به نظر من در مورد بچه ها یاد گرفتن زبان ترکی دقیقا مثل یاد گرفتن شنا میمونه، باید ببریدشون لب استخر، بعد یه کوچولو اون احساسات و عواطف مادرانه و پدرانه تون رو یه کوچولو کمرنگش بکنید، یکم تحمل بکنید، یکم قوی باشید، بعد آروم هلش بدید توی استخر، بالا وایسید حواستون بهش باشه که خفه نشه، ولی یکم جسارتتون رو توی این مسئله ببرید بالا.
یعنی اجازه بدید که یهو بیفته توی محیط. میدونی چی میگم دیگه؟ دقیقا همون یاد گرفتن شناه. تا وقتی یکی هلت نده تو استخر بدون محافظ، نمیتونی رو پای خودت وایسی. تو زبانم برای بچه ها همینه، اجازه بدید که لطفا برن تو محیط و بتونن سریعتر یاد بگیرن. بچه ها تا سنشون کمه، هرچی سنشون پایین تر باشه بهتر و راحت تر یاد میگیرن و کمتر اذیت میشن. یک کوچولو تحمل کنید لطفا. خیلیاتون به من میگین آخه اذیت نمیشه، سختش نیست. چرا اذیت میشه؟ خیلی اذیت میشه، خیلی سختشه. بچه ها واقعا مثلا نمیدونم چجوری بگم، من یه موقعی یاد روزای اول خودمون میفتم بغزم میگیره. خیلی بر من سخت بود که من مثلا کیانو ببرم بذارم توی مهدی که زبونشون رو نمیفهمه، اونا زبونشون نمیفهمن و بیام. یعنی دیگه هر مادری میدونه دیگه چه حالی داره آدم، ولی برای خودش بود، واقعا برای صلاح خودش بود. و اینجوری نبود که من روز اول ببرم کیانو بندازم مهد و بیام. تا یک هفته روزی یک ساعت با هم دیگه دوتایی میرفتیم، من یک ساعت اونجا بودم، اولش کنار من بود، بعد مثلا یه متر اونورتر میبردنش، بعد دو متر اونورتر، بعد به من گفتن برو بشین که بیرون در، ولی کیان میتونست منو ببینه. بعد دیگه به من گفتن برو ولی همین اطراف باش، ما با تماس میگیریم بیا. یعنی ما یک هفته اینطوری برنامه داشتیم و بعد اونم من برای گذاشتن کیان مهد تا نزدیک یک ماهینا گریه داشت، خیلی گریه میکرد. ولی دیگه واقعیت اینه که واقعا پرت شد توی محیط دیگه. کیان 3-4 ماه از مهاجرت ما گذشته بود، میشه گفت 4 ماه دیگه، به جرأت 4 ماه که گذشته بود شروع کرد به صحبت کردن، جمله گفتن و صحبت کردن. خب الانم فقط از شیرینی های مهد یادشه. میدونم خیلی سخته، میدونم به خدا خیلی سخته، ولی یه کوچولو تحمل کنید دیگه، هم برای شما سخته هم برای بچه ها سخته. من دارم خفه میشم گرم. بچه ها در اتاقو بستم. بچه ها صدای پنکه اذیت میکنه؟ میگن بچه 3 ساله به نظرتون به مشکل بر نمیخوره، افسرده نمیشه؟ ببینید دوست عزیز، اگه میخواین به این فکر کنید که خب الان بچه‌م افسرده میشه، به این چیزای منفی بخواین اگه فکر کنین، خیلی مهاجرت سخت میشه براتون. خب خود شما هم ممکنه اصلا افسرده بشین. افسردگی برای همه ممکنه پیش بیاد. خب خیلی بستگی داره که شما چطوری برخورد کنید. اون مهدی که اولین بار میذارید خیلی مهمه. من کیانو اولین بار یه مهدی گذاشتم که خیلی گرون بود، برای من واقعا خیلی سخت بود. اون موقع 2 سال پیش ماهی 1650 لیر بود که الان شده ماهی 2000 لیر. بعد تمام روز نه، از ساعت 11 تا 6، یعنی مثلا از صبح ساعت 8 اینا نبود، از ساعت 11 تا 6 یعنی 7 ساعت 1650 لیر بود. و با توجه به اینکه من خب اون موقع هنوز کار پیدا نکرده بودم و اینا، برام خیلی سخت بود، ولی مهد خوبی گذاشتمش که رسیدگیشون خوب باشه و کیان واقعا زبان اونجا یاد گرفت. یعنی میگم 3-4 ماه شروع کرد به حرف زدن، خیلی به مهد بستگی داره، خیلی خوب باهاش کنار اومدن و تونستن راه بندازنش. میگن کالج ها تا کی ثبت نام کنن؟ کالج ها از مارچ ثبت نامشون شروع شده و کی نداره، یعنی کالج شما وسط سالم بری ثبت نام میکنه، اصلا سقف نداره. مدارس دولتی هم همینطوره ها بچه ها، ثبت نامشون از الان ها شروع شده، ولی اگر به آدرستون بخوره شما وسط سال تحصیلی هم بری موظفن که ثبت نام کنن، باید ثبت نام کنن، قانونشونه. برای همین نگران نباشید اگه به آدرستون بخوره. حالا اگه با آدرستون نخوره، یه نفرم سوال کرده بود اگه با آدرستون نخوره. بچه ها سوالایی در مورد با انقدر پول چقدر چی میتونم ملک بخرم و به نظرتون استانبول بهتره یا ازمیر یا ویژگی های خوب ترکیه، از اینجور حرفا، موضوع این لایومون نیست. در مورد این لایومون در مورد تحصیل توی مدارس و کالج هاست. اگر اجازه بدید اینا رو بعدن توی لایو دیگه جواب بدم، یا اینکه زحمت بکشید و توی پیج برید پست ها رو ببینید، چون که خب
همونطور که خودتون میدونید من در مورد همه اینا پست دارم. پستا رو ببینید لطفا، یا توی سایتمون برید یا تو کانال یوتیوبمون برین و اطلاعات رو به دست بیارید. آقا احسان عزیز، کلاس اول از 72 ماهگی شروع میشه. حساب کنید ببینید فرزندتون چند ماهشه. 72 ماه تمام کلاس اوله، 60 ماه تمام پیش دبستانی. 60 ماه تمام باشن میرن پیش دبستانی که اینا حاضرلیک میگن یا همون آناسنف، و 72 ماه تمام اول دبستان. حالا بچه ها، آره الان میگم روشی جان اگه آدرس نخوره، من یه مدرسه ای تو همین محل خودمون که خیلی بهمون نزدیک بود رفتم و این به آدرس ما نمیخورد. متاسفانه به من گفتن که این ما به آدرس شما نمیخوریم، شما باید برید فلان مدرسه. آقا من پاشیدم رفتم فلان مدرسه که گفتن، و بچه ها اسم نمیارم، فکر کنم درکم بکنین، راستیتش دوست ندارم که اسم مدرسه ای که کیان میره پابلیک بشه. خب درکم بکنین دیگه، یه مامان دلنگرونم، واسه همین اسم نمیارم اگه اجازه بدید. دوستانی که توی محله تو کارشیاکا ترسانه زندگی میکنین، اگر خواستید تو دایرکت بهم بگین در خدمتتونم، ولی همینطوری دیگه تو لایو اجازه بدید نگم. خلاصه منو فرستادن برو فلان مدرسه که با آدرست میخوره. آقا من رفتم فلان مدرسه، هه تا خونمون 15 دقیقه پیاده راه بود. حالا مدرسه اولیه که رفتم گفت با آدرست نمیخوره، 4 دقیقه راهه. اصلا یه چیز بکن، یه مدرسه 4 دقیقه راه باشه تا خونمون، یه مدرسه 15 دقیقه. بعد میگفتن اون 15 دقیقه یه با آدرست میخوره. اصلا من گفتم این همچین چیزی تو کت منه، ایرونی نمیره. رفتم امروز دوباره اون مدرسه که گفته بود با آدرستون نمیخوره، 4 دقیقه راه بود تا خونمون. رفتم نقشه رو باز کردم جلوش، گفتم اینجا خونه ماست، شما اینجا این که 4 دقیقه تا خونه من فاصله است، و اون یکی مدرسه اینجاست که 15 دقیقه تا خونه من فاصله است، شما بگید منطقی کدومه؟ پس جریان به آدرس بخوره به آدرس نخوره پس چیه؟ واسه چیه؟ من چجوری هر روز صبح بردارم بچه‌مو 15 دقیقه ببرم پیاده؟ بعد مسیرش هم جوری نیستش که من بتونم سرویس بگیرم. این مدرسه که 15 دقیقه تا خونمون فاصله است وسط چارشی کارشیاکاست، یعنی نمیشه سرویس گرفت برای اونجا. گفتم نمیتونم سرویس بگیرم، نه اینکه هر روز صبح من بچه رو 15 دقیقه ببرم و بیارم. آقا خلاصه سما با فکس زدن و صحبت کردن و قانع کردن تونستش این آقای مدیر رو قانع بکنه که آقا خب این حرفتون خیلی غیر منطقه. گفت آخه چیکار کنم، قانونه، گفتن که آدرس اینطوری، شما آدرستون به اونجا میخوره، این حرفا. گفتم شما به من بگو من باید به کجا مراجعه کنم، برم با کجا صحبت کنم، کیو باید قانع کنم. میگن اینا رو ترکی گفتی؟ آره دیگه، نه پس ترکی گفتم دیگه، ژاپنی که نگفتم، ترکی گفتم. آره من گفتم به من بگید من کجا باید برم، با کی صحبت کنم، با کیو باید قانع کنم که خیلی چیز غیر منطقیه. گفتش که به من اینطوری گفت، گفت ببین ما وظیفمون اینه که بچه های همین محوطه‌ای که به ما میخورن ثبت نام کنیم، اما میتونم که یه کاری براتون بکنم، میتونم کمکتون کنم. و اینکه به من گفت که برو 15 آگوست بیا، اون موقع من بهت میگم که من میتونم اینجا تو رو ثبت نام بکنم یا نه. اگه گفتم نه که برو همون مدرسه که به آدرست میخورد و دیرم نیست، به خاطر اینکه به آدرست میخوره اونا موظفن ثبت نام کنن، اگرم که تونستم که اینجا ثبت نام بکنم. ولی چیزی که من خودم حس کردم اینه که خدا بخواد خدا بخواد میشه و همینجا ثبت نام میکنه. اینم میخواست مثلا قول قطعی نده که من بعدن نیام بگم تو قول داده بودی پس باید بکنی. خلاصه این که بچه ها میخواستم بگم که با صحبت کردن میتونید قانعشون کنید. اینطور که من فهمیدم قانون نوشته شده وجود نداره، و اینم من پرسیدم، گفتم که الان کاری که شما میخواین بکنین آیا غیر قانونیه؟ من بیشتر برای اینکه بیام به شما اطلاعات بدم میخواستم مطمئن بشم، ولی خب به اون گفتم که من نمیخوام شما کار غیر قانونی برای من انجام بدید.
فکر کن من همچین آدمی هم. گفتم این کاری که میخواین انجام بدین غیر قانونیه. گفت نه غیر قانونی نیست، ما مثلا دست خودمونه. میگن قسمت بعدی بهترین کالج های ترکیه رو برامون بذارید. آقا شاهرخ چشم. فقط آقا شاهرخ من چیزایی که از ازمیر سراغ دارم رو میتونم بهتون اطلاع بدم در مورد مثلا کالج های کل ترکیه. نمیتونم یه نسخه برای همه بپیچم. مثلا یه سری کالج ها هستن که تو کل ترکیه شعبه دارن، مثل مثلا باهچهشهیر، مثل مف، ولی خب یه سری کالج ها هستن که فقط تو ازمیرن، جای دیگه شعبه ندارن. اینا رو هم در نظر بگیریم. میگن مدارس و مدرسه که تا چه مقطعی درس خوندن از ایران میخوان. شما زمانی که میخواین بیاین پرونده تحصیلی فرزندتون رو بگیرید، مهر آموزش پرورش منطقه و مهر وزارت و امور خارجه بزنید و بیارید. یعنی مدارک تحصیلی رو بگیرید دیگه. نمیدونم مثلا یعنی چی تا چه مقطعی. پرونده فرزندتون رو بگیرید، مهر آموزش پرورش و مهر وزارت امور خارجه بزنید و بیارید. کیانی بیا. کیان من ای تو همرنگ منی امروز، حواسم نبود. جنون مامانی، مامانی بیا اینجا ببیننت. چی میخوری؟ اینجا تم قرمزه. چی میخوری؟ شدی مدن تو نکنه. میخواست بهتون نشون بده چی میخوره. یادآوری کردم که نکنه این کارو. آی مامان مش بکردم تو داری کلاس میکنی. نه مامانی کلاس نیست. میگن دبیرستان های استانبول و ازمیر چقدر شهریه میگیرن. آها بچه ها یه چیز در مورد شهریه بگم. مدارس دولتی شهریه نداره، رایگان کاملا، ولی خب کالج ها دیگه شهریه هر کدومشون فرق داره دیگه. اوکی نکن اون کارو، نکن این کارو. بابای زنم کن. بله مدارس دولتی هیچ هزینه نداره آقا آپتیف. و اینکه آها مثلا این مدرسه ای که من رفتم خوشم اومد ازش، بعد تونستم قانعشون کنم که مثلا آدرس من بیشتر به شما میخوره و اینا، گفتش که دوتا بسته A4 باید بیارید. یه جور کمک به مدرسه است، میدونین چیزاشون مثلا در حد کمک به مدرسه است. مثلا این گفت دوتا بسته A4 باید بیارید. اون یکی مدرسه ای که میگم دور بود، 15 دقیقه راه بود تا خونمون. ماما اینا چی هست؟ اینا سوالاشونه ماما. یه لحظه بایی میسی ماما اینو بگم. اون یکی که گفتم 15 دقیقه راه بود، گفتش که دو تا بسته A4 و 100 تا از این کاور شفاف ها هست، کاور شفاف A4 باید بیاری. یعنی مثلا میگم در حد کمک به مدرسه. مامان امروز غذا چیه؟ تو میدونی؟ بله نمیگم جایی وقت دلیستون میخواد. چرا؟ بگو چیزی نمیشه. قرمه در قربت. نمیفهمم چی گفت. ما یه غذایی داریم به نام قرمه در قربت، خودمون اختراعش کردیم. قرمه سبزی با سبزی خشک رو میگیم قرمه در قربت. میدونی یکم رنگش شکل قرمه سبزی های ایران نمیشه، به این دلیل اسمشو گذاشتیم قرمه در قربت. کیان جون بذار من سوالاشونو جواب بدم. الان آتیش آتیش رو خواهم بلن خاموش کنم. ما ببین ماما آتیش رو خواهم. نه 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 ماما اینجون نه خوش کنم. نه عزیزم نه. ما آخه دیده نمیشه کیان جون. خب من برای خودم اونو روشن کردم، برای این روشن نکردم که دیده بشه. میگه مامان این شمع رو بذار من خاموش کنم چون دیده نمیشه که اونجا. میگم خب اینو من برای خودم روشن کردم، برای اینکه دیده بشه روشن نگردم. من شمع خیلی دوست دارم و روز و شبم نداره، شم تا بتونم روشن میکنم چون خیلی شم دوست دارم برای خودم. مثلا باهچه‌شهری برای سال جدید به قدیمی ها تخفیف میده. هر کارت آجا میشه من اون فوت کنم چون که دارم توی فقط فوت کردنی به کارتشون تموشه. شب شما چه فوت کن؟ شبه که؟ نه مامان شب نیست، هر وقت خواستم خاموش کنم صدا تو کنم. نه ما تو شب فیلم تموشه. مامانی فوت کن، اونو فوت کن، برو پیش بابای. نه ما فوت کردم، فوت کنه، فوت کنه وگرنه فوت کردم. من میخوام اینجا باش، پیش باش، پیش من باش. نگاه حالا فهمیدین واسه چی من وای میستم کیان بخوابه بعد آب رفته تو توش ما آبه. مامان چرا توش آبه؟ آب نیست مامان، پارافینه، اون شمیه که آب شده برای گرم آب شده.
ماما میشه بگم جوابشون رو؟ منتظرم ماما. خب مرسی. در مورد کار رو اینا نپرسید دیگه بچه ها، به لایو مربوط نیست دوستان. ببینید هر کالجی تخفیفاش فرق داره. خب مثلا یه کالجی هست کیان اینجاست. کیان؟ کامران جان، کامران جانم، نه فقط صدا کردن فایده نداره. هر کالجی ببخشید، هر کالجی بچه ها قوانین شهریش و تخفیفش فرق داره. مثلا یه کالجی میگه اگه از مارچ بیای ثبت نام کنی، یعنی مارچ بیای ثبت نام کنی، زود ثبت نام کنی، یه درصد تخفیف میده. یه کالجی میگه اگه همه شهریه رو یک جا بدی به تخفیف میده. یه کالجی دیگه میگه مثلا اگر نمیدونم مثلا 2 سال 3 سال اینجا باشی دوباره یه چند درصدی تخفیف داره. خلاصه اینکه به قوانین کالج ربط داره. آره میگن بوس به همت کیان جون. آره نه دیگه، بوس به همت کیان نه، بوس به اعصاب سما. میگن درسای اونجا راحت پاس میشه، دانشگاه و دبیرستان سطحش راحت. الان چه سوالی آخه بپرسید؟ چی بگم من چه جوابی به این بدم؟ یعنی مثلا چجوری یه درس راحت پاس میشه؟ تخفیف برای شاگردای برتر. روشی جان ببین، من اگه منظورت بورسیه است، سال چهارم و سال هشتم امتحانات بورسیه برگزار میشه، بهش میگن بورس لولوک سینافلب، که تو این امتحانا بچه‌ها میتونن بورسیه بگیرن برای مثلا چهارم برای کل دوره راهنمایی و هشتم برای کل دوره دبیرستان بورسیه میگیرن. و خب مثلا من شاگرد داشتم که تا 75% از شهریه‌اش رو بورسیه داشته. این میشه تخفیف شاگردای برتر دیگه. خب یعنی انقدر خوب بوده که خب تونسته که بورسیه بگیره دیگه. آره دقیقا همون، پس بورسیه منظورش بود. میگن در مورد مهد کودک های اونجا هم میشه توضیح بدین؟ نیلو فرجانی کوچولو توضیح دادم، ولی حالا اگه سوال خاصی هم داری بگو که بگم. بله الهام جان، چهارم دبستان، چون اینجا دبستان 4 ساله، اول دوم سوم چهارم، بعد پنجم ششم هفتم هشتم میشه راهنمایی، نهم دهم یازدهم دوازدهم هم میشه دبیرستان. یعنی اول دوره میخواد راهنمایی شروع بشه میشه سال چهارم دیگه. سال چهارم رو که تموم میکنن وارد راهنمایی میشن. پس سال چهارم یه دونه امتحان بورسیه برگزار میشه برای کل دوره راهنمایی، یعنی تو کل دوره راهنمایی بورس میشن دیگه بچه‌ها و بورسیه میشن. و دوباره سال هشتم آزمون میگیره و تو کل دبیرستان دوباره این بورسیه داره. میگن دانشگاه کاتب چلبی امسال کنکور نداره. بچه ها من متاسفانه در مورد تحصیل تو دانشگاه اطلاعاتم کامل و قابل استناد نیست. خب ببینید من خودم اینجا تحصیل نکردم، چیزایی که شنیدم مثلا در حد از این و اون چیزی شنیدم، واسه همین من اصلا به خودم اجازه نمیدم که بخوام در مورد این مسئله نظر بدم. متاسفانه من در مورد تحصیل توی دانشگاه اطلاعات ندارم، نه که بگم اصلا ندارم، ولی کافی و قابل استناد نیست. لطفا من رو ببخشید در این مورد. من چیزی که ندونم میگم نمیدونم. خدا رو شکر بهم این جسارت رو داده. برای من کلمه نمیدونم گفتن سخت نیست. نمیدونم. میگن مهد کودک 2 زبانه داره و شهریش. آها ببین الان در مورد مدرسه هم گفتم اینجوری 2 زبانه. خب آره خیلی از کالج های خوب مهد کودک هم دارن توشون و خب سطح زبان انگلیسی توش هم خیلی بالاست، ولی اونجوری که شماها فکر کنید 2 زبانه نه، راستش نیست. مثلا شاید شماها فکر کنید که مثلا 50% انگلیسی 50% ترکیه، نه یه همچین چیزی نیست. شاید سطح تدریس زبان انگلیسی توش خیلی خوب باشه، شاید مثلا تعداد ساعت‌های کلاس انگلیسی که توش دارن زیاد باشه و خوب درس داده بشه، ولی 2 زبانه به اون معنایی که تو ذهن شماست و فکر می‌کنید فرزندتون با انگلیسی صحبت کردن بتونه اونجا کارش رو راه بندازه نه، نیست.
و خب باید بچه با بتونه با هم سنای خودش هم ارتباط بگیره دیگه، اینکه فقط معلم بفهمدش که کافی نیست، بتونه دوست پیدا کنه. اونطوری که فکر میکنید نه، متاسفانه اونجوری دو زبانه نه. شهریه ها، از حداقل شهریه مهدهای خصوصی بخوام بگم، از 1300-400 لیر ماهیانه، ماهی 1300-400 لیر شروع میشه به بالا، یعنی تا شاید 3-4000 لیر در ماه هم باشه. میگن سطح آموزش و تحصیل ازمیر در مقایسه با استانبول و آنکارا قابل قبوله. چه فرقی داره؟ اینا همشون از سیستم آموزش پرورش پیروی میکنن، اصلا ربطی نداره به شهر که. همه کالج ها این بورسیه رو دارن، یعنی آزمون سراسری. بله بله، تا اونجا که من اطلاع دارم تمام کالج ها بورس لولکسیناولر دارن. چجوری میتونی مدرسه دولتی ثبت نام کنی؟ شکی با یه قشنگم، اول همین لایو کلی در مورد مدرسه دولتی گفتم، اگر لطف کنی بعدن بیای اول لایو رو ببینی ازت ممنون میشم. میگن میشه بگین برای بورسیه بچه ها بچه زبانی رو بلد باشن؟ ترکی. همه امتحاناشون به ترکیه دیگه بچه ها، یعنی توی امتحان بورسیه شون اگه اشتباه نکنم درس ترکی رو دارن، بیلیم دارن، همون علوم، مطالعات اجتماعیشون هم چی میگن؟ سوسیال بیلیم لر یا همچین چیزی دارن، علوم اجتماعی، انگلیسی دارن. خلاصه همه اینا رو تو امتحان بورسیه دارن و همش هم به زبان ترکیه، به جز اون انگلیسی همش به زبان ترکیه. مهد کودک دولتی هزینه داره یا رایگانه؟ مهد کودک های دولتی کاملا رایگانه، فقط یه ایرادی که داره اینه که شیفتیه، یا فقط صبح یا فقط بعد ظهره، یعنی شما نمیتونی صبح و بعد ظهر بنویسی بچه تو، یا فقط باید 8 صبح تا 1 یا 1 تا 5، طوری یه دونه این شیفت هم تونیست، ولی رایگانه. برای بورسیه تاریخ خاصی داره؟ بله تاریخ خاصی داره، سالی یک بار اعلام میکنن کالج ها که مثلا بورس لولکسیناولرمون از تاریخ فلان تا فلان واسه چهارمیا، از تاریخ فلان تا فلان واسه هشتمیا است، که قبلش هم حتما باید ثبت نام بکنید براش. برای ثبت نام مدارس دولتی باید پاسپورت ترکیه بگیریم یا با اقامت هم میشه؟ نه با اقامت هم میشه، با فقط کیملیک باید داشته باشید، با اقامت توریستی، اقامت بلند مدت، هر مدل اقامتی اقامت داشته باشید، هر مدل اقامتی میشه. توی دبیرستان چه درسهایی داده میشه؟ یعنی چی؟ بچه درسهاشون که دیگه فرق اونچنانی نمی کنه، مثلا قرآن و هدیه های آسمانی و دیگه ارزم به حضورتون چی بود؟ پرورشی و اینا خوب ندارن، ولی دیگه درساشون هم فقان چنانی با درسای ما نداره. حالا من دقیقا نمیدونم که حالا تو دبیرستان دقیقا چه درسایی تدریس میشه، ولی فقان چنانی هم درسای ما نداره. میگن الان با شرایط کرونا مهد کودک ها بازه؟ بله مهد کودک ها بازه، ولی خب خیلی ها نمیفرستن، مثلا من خودم نفرستادم دیگه. آیا به درد بخور خوب هست؟ برای من که دختر 3 ساله دارم میخواد زبان ترکی هم کنارش یاد بگیره. بله، یعنی بچه ها زبان رو توی محیط یاد میگیرن. شما بچه 3 سالتون رو مسلما نمیتونید کلاس بنویسید، حالا شاید هم کلاس ترکی باشه برای اون سن، ولی بازدهی که محیط داره برای بچه نداره که. وصایای امام ندارن، راست میگه، وصایای امام درس چیز بود بچه ها، دانشگاه بود دیگه، تو دبیرستان که نداشتیم وصایای امام، نه نداشتیم، هدیه های آسمانی داشتیم به جاش. تو ازمیر بود زبان انگلیسیش کمبریج چی؟ تو مدرسه درجلی کالج انگلیسی هم کمبریج آمریکاست خیلی عالی، امسال بی بی سی اینترنشنال مدرکش گرفت، 75% هم تو اسفند ماه امتحان بود. مجد جان میگن، من اطلاعی ندارم الان این چه کالجیه. مجد جان میشه بیای بگی چجوری نوشته میشه این؟ ترکیشو انگلیسیشو مینویسی اسم کالجو؟ من متوجه نشم چی نوشتی. میگن باهچه شهر مهد دو زبانه داره، پارسال از 20,000 لیر بود تا 32-33,000 لیر
که هر شعبه قیمت خودش رو داره. آره همونجور که گفتم مهدای دو زبانه هست، مثل باهچه شهیر، مثل مف، مثل خیلی مهدای دیگه، ولی دو زبانه به اون معنایی که شما فکر کنید نیست که مثلا بچه ها هم توی مهد حتی دو زبانه باشن، اونطوری نیست. مدرسه اینترنشنال هزینه شون چقدر ماهیانه؟ من یه دونه پست دارم، یعنی سه تا پست دارم، سه تا از کالج های خوب ازمیر رو معرفی کردم. مثلا مف توی اینجا جز کالج های اینترنشنال حساب میشه که اونجا معرفیش کردم، و آخر ویدیو یه دونه لیست شهریش هم هست. حالا شما یه 20% بهش اضافه کن دیگه، چون اینا لیستی که گذاشتم واسه پارساله، هر سال ذره اضافه میشه. آشنایی با دفاع مقدس نه ندارن. آخ راست میگه، ما داشتیم آشنایی با دفاع مقدس. آره نه، آشنایی با دفاع مقدس ندارن بچه ها. میگن امتحان بورسیه در اسفند داده و پسرم 75% قبول شده. تبریک میگم مجد جان، بسیار هم عالی. آره بچه ها تو زمستون امتحانه بورسیه و میگن فرزندشون 75% بورسیه قبول شده. خب خدا رو شکر. اونجا کلاس ترکی بریم بهتره یا ایران بریم؟ بستگی داره برای چه منظوری میخواین. اگه به منظور مهاجرت فقط، تو ایران یه کوچولو برید سطحتون رو به سطح انتهای A2، یا به نظر من واقعا برای یه زندگی عادی سطحتون A2 باشه اوکیه. مثلا شما میتونید کارهای اداریتون رو خودتون را بندازید، خرید راحت برید، سطحتون به A2 برسونید، بعد دیگه میایید تو محیط حالا بهترم میشید. باز مثلا فرق داره. به چه منظوری آخه؟ تحصیل فرق داره، کار فرق داره. بچه سوالات غیر شکی با جون عزیز دلم، این لایو در مورد تحصیل توی مدارس و کالج های ازمیره. خب چون که سوال خیلی پرسیدی، من شرمنده شدم نتونستم جوابتو بدم چون بی ربط به لایوه، توی دایرکت ازم بپرس حتما جواب بدم. واسه آموزش زبان ترکی واسه بچه‌ها پیشنهادتون چیه؟ قبل از مهاجرت شروع کنن یا بیان تو مدرسه یاد بگیرن؟ آقای آبتی، باید قبل از مهاجرت بچه‌ها یه مقدار بدونن که خب اومدن اینجا یهو شوک نشن. یه حدودی بدونه، بعد بیاد بره تو مدرسه مهد کودک، اونجا کاملش کنه، بهترش کنه. ولی تا یه حدودی بدونه که خیلی اذیت نشه. و برای یاد گرفتنش هم اگه میتونید معلم خصوصی بگیرید، اگه نمیتونید کارتون ترک براش بذارید. شبکه های ترک هم اگه بخوام بهتون بگم، شبکه هایی که کارتون ترک دارن، یعنی صبح تا شب تا نصف شب داره یک کله کارتون میده، تی آر تی چوجوک و مینیکا چوجوک. آره نه کارتون، شبکه هایی که کیان هم نگاه میکنه دیگه. حالا بچه ها اگه شبکه دیگه میدونید هم بیاد بگید. بچه ها اسم کالجشون نوشتن، درج کالجی در مندرس. نشنیدم اصلا اسم این کالج رو، تا حالا نشنیدم. موفق باشن. برای بچه 12 ساله تا A2 بدونه کافیه؟ برای مدرسه دولتی ممکنه یه سال عقب بیفته؟ فکر کنم مثلا تا A2 بدونه. بعد آخه روشی جان گفتم خیلی به مدرسه بستگی داره، ممکنه یه مدرسه قانونش این باشه که آقا سال آخر رو باید اینجا تکرار کنه. خب یه مدرسه دیگه بگه که نه، خب میتونه صحبت کنه، میتونه گلیمش رو از آب بیرون بکشه، اوکیه بیاد مثلا بشینه ادامه رو بخونه. بعدم خیلی بچه ها درگیر و داره نباشین که یه سال عقب افتاد، وای اینجوری شد اونجوری شد. تو رو خود اذیت نکنید بچه هاتونو. بچه ها مهاجرت خودش به اندازه کافی سختی داره، سختترش نکنید هم برای خودتون هم بچه هاتون. به خدا یه سری هستن میان به من میگن که آخه بچه هم یه سال عقب میفته. خب چی میشه؟ یه سال دیر دیپلم بگیره چی میشه؟ یه سال دیر بره دانشگاه چی میشه؟ شما ترجیح میدید یه سال دیرتر دیپلم بگیره یا اینکه خدای نکرده یه بچه افسرده و علاز فکری و اعصاب داغون دیپلم بگیره؟ کدومشو ترجیح میدید؟ اینقدر اذیت نکنید بچه ها رو، اینقدر فشار نیارید بهشون.
میگن کالج هم مدرسه غیر انتفاعی. بله عزیزم، توی ترکیه بچه ها به مدارس خصوصیشون که یه مجموعه از دبستان و راهنمایی و دبیرستان و در خیلی موارد پیش دبستانی و مهد میگن کالج، یعنی یه مجموعه است که از پیش دبستانی و مهد داره تا دبیرستان، خب به این مجموعه میگن کالج. یعنی کالج به اون معنی که تو آمریکا و اروپا استفاده میشه نیست، تو ترکیه معنی کالج اینه. خدا رو شکر روشی جون، بازم سوال داشتی من در خدمتم. میگه اشکال نداره یه سال قبل بیفته، من نگرانم اگه بیاد سوم ثبت نام کنم اون دو سال قبل بلد نیست برای روحیش بد باشه. همینو میگم الهام جون، ببین این که میگن سال آخر رو باید تکرار کنه، به نظر من شخصا یه حسنه. ببینید فرزند شما اون سال آخر رو با زبان جدید، با کتاب‌های جدید تکرار میکنه و حالا با دانسته‌های خودش که خب میدونه و این زبان جدید اینا رو تطبیق میده، خیلی بیشتر جلو میافته. اصلا فکر نکنید عقب افتاد این یه سال، اینطوری فکر کنید که جلو افتاد، با پایه خوب و بهتری داره میره جلو و میدونید اعتماد به نفسش هم خیلی بیشتر میشه. یعنی فکر کنید سر کلاس ریاضی چهارم دبستان میشینه، این چهارم دبستان قبلا تو ایران خونده، خب الان خیلی چیزا بیشتر بلده، میتونه خیلی خودشو بهتر نشون بده، اعتماد به نفسش میره بالا. خلاصه اصلا به فکر این نباشید که عقب افتاد. خیلی‌ها هستن اومدن اینجا، مثلا مدرسه گفته که باید بچه‌تون تا یه حدودی زبان بلد باشه بعد ثبت نامش کنیم، حالا ناراحته که وای بچه‌م یه سال عقب افتاد. از چی عقب افتاد؟ دقیقاً اینو برای من شفاف سازی کنین، از چی عقب افتاد؟ من خودم راستی اینو بگم، من قرار بود که کیان رو امسال دوباره بنویسم پیش دبستانی، می‌خواستم که دوباره بفرستمش پیش دبستانی، دوست داشتم که خیلی مثلا احساس میکردم یعنی تو پیش دبستانی خیلی خوب عملکرد نداشته، نه که مثلا به این کرونا و اینا هم خورد، میخواستم این کار کنم. بعد با یه دوستم که معلم ترکه، معلم اول دبستان ترکه صحبت کردم، گفت خیلی داری اشتباه میکنی، با هم صحبت کرد، گفتم نه من اصلا برام مهم نیست که این عقب بیفته و ایناها، حالا مثلا یه سال دیر بره دبستان چی میشه مگه؟ گفت آره ایناش اوکیه، بهت حق میدم، ولی فکر اینو بکن که این بچه توی دبستانی چه اتفاقی براش نمیفته، ولی ممکنه که مثلا راهنمایی و اینا که میره براش سوال ایجاد شه، یادش میاد دیگه، با خودش بگه که من چرا پیش دبستانی رو دوبار خوندم، نکنه من مثلا مشکلی داشتم، ایرادی داشتم. خب ولی خب فرزند شما که داره مهاجرت میکنه این سوال براش پیش نمیاد که، دیگه میدونه، میگه خب من سال چهارم رو تو ایران خوندم، اومدم اینجا بهم گفتن که باید حالا چهارم ترکیه رو بخونی. اینطوری بهش بگید اگر میخواید خودش هم علاوه روحی اذیت نشه که من چرا دارم دوباره میخونم، بگید تو چهارم ایران رو خوندی، حالا بعد چهارم اینا رو بخونی، به زبان اینا بخونی، قانونشون اینطوریه، دیگه این بچه اذیت نمیشه که. ولی خب بچه من براش سوال پیش میاد که من توی ترکیه بودم ولی چرا دو بار پیش دبستانی رو خوندم، این اذیت کننده است ممکنه باشه. یعنی برای بچه محتوای درس ها فرق داره. بله خب محتوای درس ها فرق داره. الهام جان اینجا هم مدارس دولتی خوب و بد داره، بعضی مدارس دولتیش هستن که خوب بد درس میدن، همه جای دنیا هست مدرسه خوب و بد. آره روشی جان من الان دقیقا همینو گفتم، تو برای خود بچه از یه سنی مهم میشه، میگم مثلا بچه من ممکنه که وقتی به سن راهنمایی رسید و فهمید با خودش بگه که من چرا دوبار رفتم پیش دبستانی، با اینکه مثلا دوبارشم تو ترکیه رفتم چه لزومی داشت. میگن من دیر رسیدم، تعهد مدرسه و آناکول دولتی با کالچه داشت. آره اینو گفتم قربونت برم نارسیس جان، برو نارسیس بودی؟ نارسیس آره، برو بعد اوایل لایو هم ببین، گوش به لپت. معلم خصوصی برای بچه ها هست آموزشگاه سه ماه تا بهتون بیان و مدرک بگیرن؟ بله اینجا معلم خصوصی هست، خونتون میاد تو آموزشگاه میتونن بچه ها برن. بچه ها فکر کنم لایومون دیگه داره تموم میشه، 3 دقیقه بیشتر نمونده. مرسی که اومدین، میخواستم این لایف کوتاه باشه، میخواستم مثلا 20 دقیقه‌ای باشه مثل دیشب ولی نشد. خیلی سعی کردم توضیحاتی که سوالاتی که ازم تو این مدت خیلی میپرسیدید و بدم،
بازم اگر احساس میکنید کم و کسری وجود داره، من این رو به صورت IGTV پستش میکنم الان، برین توی کامنت های همین میتونید بپرسید، قول میدم که جواب بدم. دیگه این که مرسی که اومدین. میگن مدارک ایران رو ترجمه کنیم بیاریم اونجا بهتره. فقط پرونده رو از آموزش پرورش بگیرید، مهر آموزش پرورش بخوره، مهر وزارت امور خارجه بخوره. وقتی مهر وزارت امور خارجه میخواد بخوره، یعنی خودشون کاراشو انجام میدن، نگران نباشید. اینجا اگر نیاز باشه میفرستنتون برای ترجمه و نوتر. بچه ها اگر اجازه بدین لایو رو تموم کنم، دلم نمیخواد که یهو وسطش تموم بشه و خدافظی نکرده باهاتون باشه. مرسی که اومدین، خیلی گلید، دوستتون دارم و برای همه کوچولوهای خوشگلتونم آرزوی موفقیت میکنم. بازم اگه سوالی داشتین توی کامنت های همین IGTV بپرسید، لایو رو به صورت IGTV سیو میکنم، توی یوتیوب هم میذارم. راستی بچه ها ازتون گله دارم، برید توی یوتیوب، کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، ویدیوهامون توی یوتیوب هم هست، یه سری ویدیوها رو توی یوتیوب میذاریم که توی پیج نمیذاریم، اونا رو هم از دست ندید. کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، همین الان تو استوری ها لینکش رو گذاشتم، برید و سابسکرایبش کنید. دوستتون دارم، شب خوبی داشته باشید همتون.